باز هم قرآن کریم تصریح میکنه در جای دیگه، اگر در پهلوی الله متعال معبود و متصرف دیگه می بود، حتما او تداخل در تصرفات الله متعال ایجاد میکرد. ولی باز هم ما فکر بکنیم اگر دوتا اله نعوذ بالله می بود، یکی حتما تصمیم میگرفت که در پهلوی کره زمین در جای دیگه هم آب و اکسیژن و لوازم حیات باشه، و دیگه تصمیم میگرفت که نه فقط در زمین باشه. یکی میگفت که زمین محور باشه، دیگه میگفت مهتاب محور باشه. یکی میگفت که روز طولانی باشه، یکی میگفت شب طولانی باشه. نعوذ بالله. الله متعال میگه اگر در آسمان ها و زمین و در این کائنات الهی در پهلوی الله متعال می بود، حتما در میانشان اختلاف ایجاد می شد. لفسدت، این نظام زیبا به این طور نمی بود. ولی وقت این نظام ما اقدر منظم هست، اقدر نظاممند و هدفمند هست و به طرف یک مسیر معین در حرکت هست، بر ما شهادت می ده این نظام که الله متعال معبود یک تا و بی همتا هست. الله اکبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله ربنا الكريم. باقي دیگر جلسات برنامه ارزشمند زندگی موفق خوش آمدین و انشاءالله که از صحت و سلامتی کامل بهره‌مند باشین. در این برنامه ما در پی سعادت دنیا و آخرت هستیم و در واقع ما هدف را تعقیب میکنیم که فرد انسانیت او را تعقیب میکنه. حداقل غیر مسلمان ها هم سعادت دنیا را تعقیب میکنن، ولی به طور عام سعادت دنیا و آخرتی که با هم وصل هست و برای مؤمن یکی لازم دیگه هست، با یک دیگر پیوند دارن. ما در پی او هدف خیلی ارزشمند و والا هستیم، رسیدن به رضای الله متعال در دنیا و به ملاقات الله متعال در فردوس اعلا. و این هدف ارزشمند برنامه ما را ارزشمند ساخته. الله متعال به هر دو هدف و به سعادت دنیا و آخرت همه ما را نائل بگردانه. امین. امروز در این برنامه ارزشمند ما یک رکن دیگه از ارکان زندگی موفق را به بحث میگیریم و او رکن تدبر هست. آیه‌ای که تلاوت کردیم، الله متعال بیان می‌فرماید که کتاب انزلناه الیک، ای رسول ما صلی الله علیه و سلم، قرآن کریم کتابی هست که ما بر خودت نازل کردیم، الیک به طرف خودت بر خودت نازل کردیم، مبارکون، این کتاب خیلی مبارک هست، لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، تا که بر آیات کلام الله متعال تدبر بکنین، تفکر بکنین و بر این کتاب وقت بگذارین. اگر میخواهین سعادت در دنیا و آخرت نصیبتان شوه، قرآن کریم راه سعادت دنیا و آخرت را برتان نشان میده و مسیر موفقیت را برتان ترسیم میکنه. پس قرآن را هیچگاه فراموش نکنین. تدبر در قرآن کریم رکن عمده و ارزشمند زندگی موفق هست. علمای کرام در ارتباط به تعریف لغوی تدبر بیان میکنند که تدبر به معنی آخر چیز را نگاه کردن، عاقبت چیز را نگاه کردن، و در اصطلاح شرعی تدبر تصرف قلب با توجه به عاقبت امور، با توجه به پیامد و برایند امور هست و تفاوت خیلی اندک با تفکر داره. نظرت النعیم بر ما تفاوت را بیان میکنه. تدبر تصرف قلب با توجه به عاقبت امر، ولی تفکر
تصرف قلب با توجه به دلایل هر دو برای رسیدن به سعادت ضرورت ما هست. به هر دو نیاز داریم. قرآن کریم به هر دو ما را حکم فرموده. تدبر در قرآن کریم بکنین و تفکر در مخلوقات الله متعال بکنین. ما قبلا بحث کردیم. الله متعال در سوره آل عمران بیان میکنه که بندگان الله متعال و صاحبان خرد الله متعال را در هر حالت خود یاد میکنن و بعد تفکر میکنن و در نتیجه تفکر خود میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، این نظام کائنات را یا الله بیهوده خلق نکردی، این نظام کائنات بی هدف نیست، بی غایه و بی منتها نیست، در ورای این نظام کائنات اهداف خیلی والایی گذاشته شده و مهمترین هدف ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، شما خلق شدین به خاطر عبادت الله متعال و تمام مخلوقات به خاطر شما خلق شده است. الله اکبر. در ارتباط به فواید تدبر علمای کرام بیان میکنند که اولین فایده تدبر در قرآن کریم رسیدن به ایمان راسخ است. خیلی ساده سورة الأنبياء آية 22 الله متعال بيان مفرمو يكي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر در آسمان و زمین و در اي كائنات علاوه از الله متعال اله دیگه متصرف دیگه می بود حتما اي نظام كائنات برهم می خورد. معقول هست، واضح و صریح است. ما مثال های عینی در زندگی روزمره خود داریم. اگر در نظام یک مملکت دو تا رهبر باشه و هر دو معادل هم باشن بدون شک اون نظام بر هم میخوره، به خاطر که یک رهبر یک مفکوره و نظریه داره و رهبر دیگه مفکوره و نظریه مخالف او را داره. باز هم قرآن کریم تصریح میکنه در جای دیگه اگر در پهلوی الله متعال معبود و متصرف دیگه می بود حتما او تداخل در تصرفات الله متعال ایجاد می کرد، حتما در تصرفات الله متعال مداخله می کرد. نعوذ بالله. لذهب كل اله بما خلق ولعل بعضهم على بعض، حتما او معبود دیگه در تصرفات الله متعال مداخله میکرد و یک رقابت بین دو تا اله نعوذ بالله خلق میشد، ولی هیچ معبود دیگه در پهلوی الله متعال نیست، به خاطر که این نظام کائنات شاهد از بر آن. اگر در دوران زمین در حرکت زمین به اندازه یک لحظه خلل ایجاد شود، آنچه دانشمندان امروز بر اساس تحقیقات و تجارب خود بیان میکنند نظام زمین برهم میخوره، اگر کره مهتاب بر یک لحظه از حرکت منظم خود عقب بمانه نظام برهم میخوره، و بالاخره اگر تمام سیارات نظام شمسی ما سیارات نهگانه در اطراف آفتاب حرکتشان متفاوت شود خلل ایجاد شوه این نظام برهم میخوره، و بالاخره به سطح کلان اگر کهکشان ها حرکاتشان متفاوت شوه تصادمات ایجاد میشه و بالاخره این نظام برهم میخوره. چه ذات مقتدر در عقب اینها هست. ولی باز هم ما فکر بکنیم اگر دوتا اله نعوذ بالله می بود، یکی حتما تصمیم میگرفت که در پهلوی کره زمین در جای دیگه هم آب و اکسیژن و لوازم حیات باشه و دیگه تصمیم میگرفت که نه فقط در زمین باشه، یکی میگفت که زمین محور باشه دیگه میگفت مهتاب محور باشه، یکی میگفت که روز طولانی باشه یکی میگفت شب طولانی باشه. نعوذ بالله. الله متعال میگه اگر در آسمان ها و زمین و در ای کائنات اله در پهلوی الله متعال می بود حتما در میانشان اختلاف ایجاد میشد، لفسدت، این نظام زیبا به این طور نمی بود. ولی وقت این نظام ما اقدر منظم هست، اقدر نظاممند و هدفمند هست و به طرف یک مسیر معین در حرکت هست، بر ما شهادت میده این نظام که الله متعال معبود یکتا و بی همتا هست. الله اکبر. پس
تدبر در آیات کلام الله متعال رسوخ ایمان میکنه، قلب ما را پر از ایمان میسازه و هر گرد و غباری که بر روی ایمان ما نشسته او را پاک میسازه. ما مجذوب الله متعال میشیم وقتی ما تدبر در آیات الله متعال میکنیم. اولین فایده و فایده عمده از تدبر در قرآن کریم رسیدن به ایمان راسخ هست. دومین فایده، تدبر در قرآن کریم انسان مسلمان را در تعادل قرار میده. علمای کرام بیان میکنند که زندگی انسان نیاز به تعادل داره. جامعه شناسان و دانشمندانی که در این ارتباط تحقیق میکنند، اونا هم تأیید میکنند که زندگی انسان نیاز به تعادل داره. و محدثین رحمهم الله باب میگذارند در ارتباط به اینکه الایمان بین الخوف و الرجاء، ایمان بین خوف و بین امید هست، ولی در میان دو باید تعادل ایجاد شود. اگر یک فرد امید و تمنایش بر خوفش غلبه بکنه، این فرد بی توجه به امور و مسئولیت هایی که از طرف الله متعال بر شانه هایش نهاده شده میشه، این فرد طمع و توقعش بیش از حد شده و بدون از این که توجه به مسئولیت های خود داشته باشه زندگیش بی هدف میگذره. رسول ما صلی الله علیه و سلم بیان میکنه که عاجز او فرد هست که هواهای نفسانی خود را، اهداف گمراه کننده خود را تعقیب میکنه و تمنا علی الله، بر الله متعال توقع و طمع و امید داره. اگر بگویش برادر این امر غلط هست، غیر مشروع هست، غیر معقول هست، مناسب شأن خودت نیست به عنوان یک مسلمان، میگه الله متعال خیلی مهربان هست. بله، الله متعال خیلی مهربان هست وقتی ما در حق خود مهربان باشیم. مهربانی الله متعال مشروط است به این که ما در حق خود مهربانی بکنیم، ما در حق خود ظلم نکنیم، بعد الله متعال بدون شک مهربان هست، خیلی مهربان هست. و در این حال اگر خوف بر رجا، بر امید ما غلبه حاصل بکنه و ما در خوف غرق شویم، غرق در ترس شویم، یأس و ناامیدی زندگی ما را تسخیر بکنه و سایه به افگنه، در آن حالت زندگی ما تاریک میشه. ما نه امید از الله متعال می داشته باشیم، در این زندگی دنیا هم لذت و شیرینی احساس نمی کنیم و زندگی ما تاریک و سیاه خواهد بود. ولی زندگی فرد مسلمان در یک تعادل باید باشه. اگر عدم تعادل ایجاد شد زندگی برهم می خوره. تدبر در کلام رحمان ما را به زندگی متعادل میرسانه و این طبیعت قرآن عظیم الشأن هست. وقتی آیات عذاب از عذاب الله متعال بیان میکنن، متصل الله متعال رحمت بی پایان خود را بیان میکنه و متوجه میسازه بنده خود را که ناامید نشی. اگر جهنم 7 دروازه داره، متوجه باش که بهشت برین 8 دروازه داره. دروازه هایش باز هست به شرط از اینکه خودت به او مسیر حرکت بکنی. ولی در عین حال 8 دروازه بهشت خودت را فریب نده که کلن هواهای نفسانی را تعقیب بکنی و بگی 8 دروازه بر ما باز هست. متوجه باش که دوزخ هم 7 دروازه داره. اینجا تعادل نیاز هست. زندگی ما باید تعادل داشته باشه. الایمان بین الخوف و الرجاء، زندگی موفق زندگی متعادل هست و تدبر در کلام الله متعال ما را به امو تعادل در زندگی میرسانه، ما را در عین حال که راغب میسازه راهب هم میسازه، با الله متعال رغبت بر ما ایجاد میکنه و در عین حال ترس و توجه به حدود الله متعال را در قلب ما مستقر میسازه. الله اکبر. سوم، از غرور و تکبر ما را دور می سازه. تدبر در کلام رحمان ما را از غرور و تکبر فاصله می ده. الله اکبر. وقتی ما غرق ذات الله متعال شویم، وقتی ما غرق درک از قدرت بی انتهای الله متعال شویم،
میفهمیم که ما چقدر عاجز و ناتوان هستیم. در برابر الله متعال ای بنده خیلی عاجز هست، ولی الله متعال ای بنده را قدر تکریم کرده که تمام کائنات خلق شده در تحت تصرف ای بنده قرار داده شده، گفته که از این استفاده بکن، اینها را تصرف بکن و در مسیر رسیدن به سعادت دنیا و آخرت از اونها بهره ببر. ولی باز هم وقتی ما فکر میکنیم، تدبر در کلام الله متعال میکنیم و در این مخلوقات الله متعال تفکر میکنیم، میبینیم که ما چقدر عاجز هستیم. تمام انسان ها امروز در کره زمین زندگی میکنن، ولی اگر به تحقیقاتی که تا حال دانشمندان انجام دادن و این توانایی را دریافتن که تحقیقات بکنن تا این حد، اگر ما به اونها توجه بکنیم و اونها را مطالعه بکنیم، میفهمیم که میلیون ها و میلیارد ها سیارات مانند زمین در این کائنات موجود هست. تنها در کهکشان راه شیری به میلیون ها سیاره هست که هر کدام به اندازه زمین و از زمین کلانتر هست، و در نظام شمسی ما 9 سیاره در اطراف آفتاب در حرکت هستند که چندین دانه اونها از زمین کلانتر هست. تمام توان ما در زمین هست، تمام زندگی ما در زمین هست، ولی فراتر از این زمین نظام کائنات هست و تمام اونها نظاممند هستند. همه در کنترل الله متعال هستند، همه در تحت تصرف الله متعال هستند. ای بنده عاجز وقت تدبر در کلام رحمان میکنه، خود را به الله متعال تسلیم میکنه، میگه یا رب ما خیلی عاجز هستیم. بدون شک ما مخلوق هستیم و یکی از مخلوقات خیلی عاجز و کوچک. یا رب خودت خیلی ذات والا متعال قدیر و توانا هستی. پس تدبر در کلام رحمان ما را از تکبر و غرور فاصله می ده. هیچ نیاز نیست و هیچ مناسب نیست به ای که فرد مؤمن و فرد انسانی متکبر باشه. یک بار به خود فکر بکنه، به این نظام کائنات فکر بکنه، به این بزرگی آسمان فکر بکنه، به این کهکشان ها و سیارات فکر بکنه و بعد بگویه که من چه هستم. الله اکبر. و فایده بعدی، تدبر در کلام رحمان باعث تمیز بین حق و باطل میشه. الله متعال در آیه 31 سوره یونس بیان میکنه که قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. تمام آیات و نشانه های خود را الله متعال بیان میکنه. چه کسی شما را از آسمان ها و زمین رزق میده؟ چه کسی مالک سمع و بصر، قوه دید و قوه شنوایی شما هست؟ چه کسی انسان را از عدم خلق میکنه و دوباره زندگی او را میگیره؟ و چه کسی تدبیر این کائنات در تحت تصرف او هست؟ فسیقولون الله. بدون شک او الله متعال هست. بعد از اینکه آیه ختم میشه، الله متعال بیان میفرماید فذلکم الله ربکم الحق. ای آیات و نشانه ها ثابت ساخت که الله متعال متصرف کامل در امور هست، در کائنات هست. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق یکی هست و اگر در پهلوی حق چیز دیگه را جستجو کردین، بفهمین که او باطل هست. در پهلوی حق هیچ گاه دیگه باطل قرار نتین. فماذا بعد الحق الا الضلال. با نشانه های صریح شما درک کردین که الله متعال متصرف هست. فماذا بعد الحق الا الضلال. چرا در پهلوی حق به دلالت، به باطل توجه میکنین، میلان حاصل میکنین؟ تدبر در کلام رحمان باعث از این میشه که ما حق را از باطل تفکیک بکنیم، ما الله متعال را خوب بشناسیم و آنچه از طاغوت هست در پهلوی الله متعال، هر آنچه که عبادت میشه، هر آنچه که بزرگ داشت میشه، از اونها فاصله بگیریم. پس تمام اینها فواید تدبر هست. وقت فرد به عواقب امور، به عاقبت امور و به پیامد امور نگاه میکنه، این فرد در مسیر سعادت قرار میگیره، در مسیر رسیدن به زندگی موفق قرار میگیره. و از الله متعال تقاضا میکنیم که با تدبر در کلام رحمان ما را به سعادت دنیا و آخرت نائل بگردانه. قرآن کریم نازل شده تا ما در پهلوی ازی که تلاوت میکنیم
به خاطر رسیدن به اجر و پاداش ما تدبر در او بکنیم. تدبر در قرآن کریم و در کلام الله متعال هدف اصلی و اول قرآن کریم هست. ما باید بر معانی و مفاهیم قرآن کریم خود را آگاه بسازیم. بعد رسیدن به سعادت بر ما کوتاه‌تر میشه، در دسترس قرار میگیره. الله متعال ما را به سعادت دنیا و آخرت نائل بگردانه. امین. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.